شما را به کناره بخشی از ساحل بالتیمور در ایالت شرقی مریلند در آمریکا می‌بریم که امسال با برپایی جشنواره موسوم به شهر نور، هنرمندان کارهای خلاقانه خود را به نمایش گذاشته بودند و زیبایی کناره ساحلی دوچندان شده بود. شب‌های شهر ساحلی بالتیمور با موزیکی که با استفاده از فناوری‌های نو پخش می‌شود و انعکاس نور چراغ‌هایی که هنرمندانه در سراسر کناره ساحلی نصب شدند، جلوه خاصی به خود گرفته است. اما جشنواره موسوم به شهر نور درخشش این شهر را دوچندان کرد. هنرمندان و مسئولان نزدیک به دو هفته تلاش کردند تا خود را برای برگزاری جشنواره شهر نور آماده کنند. کیتی هورنیک مسئول سازماندهی جشنواره است. بیشتر تأسیساتی که می‌بینید هم اعجاز مهندسی و هم خلاقیت هنرمندان رو نشون میده. اینجا فناوری و هنر به طرز اعجاب انگیزی در هم عجین شدن. یکی از تأسیسات فواصل ارتباطی نام گرفته است که گریگ پیر هنرمند خوش‌ذوق آن را طراحی کرده است. پیر میگوید هدفش از این طرح ایجاد ارتباط میان مردمی است که در دو طرف کانال هستند. شما اسمتون رو در میکروفون ثبت میکنید. من میگم سلام، اسم من گریگ است و بعد شما وارد پیست رقص میشید و دست راستتون رو برای آدمی که اون طرف کانال تکون میدید و کلیپ موزیک اون طرف هم شروع میشه و به این ترتیب شما با هم ارتباط برقرار میکنید. مجسمه هایی که چراغانی شده انوار خدا به نمایش میگذارند. یک نفر چیزی رو کنترل میکنه که مثل گودال های آبه و نفر بعدی چیزهایی رو کنترل میکنه که از آب بیرون میان و انعکاس اونها در آب دیده میشه. یکی دیگر از هنرمندان تیم نوئه بود که موزیک دیداری او توجه همه را در هر سنی جلب می‌کرد. این اولین تجربه منه. در این اثر قطعات موسیقی با نوارهای متحرک ترکیب میشن. این کار تجربی من یه نوع موسیقی تلفیقی است که شما در عین حال که صدای موسیقی رو میشنوید، خطوط ترسیمی اون رو هم میبینید. به این ترتیب شنونده قالب صدا و تصویر رو با هم میبینه و میشنوه. و سرانجام این جشنواره با آتش‌بازی‌هایی که از طرف سازماندهندگان جشن ترتیب داده شده بود پایان یافت. سیاوش منفرد، صدای آمریکا.